ببینم من روز چطور دیر کردی؟ نونتون خوب؟ آخه حالا خونه نمیریم، ما میریم قرعه کشی، شما خودتون نون بخریم. بله بریم دیر نه اینا. امو یه روز به شانستون بکشم شریکی. امو چون من شانسم کجا بود؟ خودتون با هم شریک. چشم پس فعلا خودتون خوبه. اگه دستتون رسید چهار پنج رون توتونم بریم من بود. خدا گفت خلا صبح نایمده سحا اینم تو گندشو در آورده با این خونه ساختنه تنگ غروب برمی میخوام بر نگرده غروب که میشه پیداش میشه و پول میخوام قربونت اما که با آتیشون نباید بسوزیم ما عیالواریم باز کرای خونه بدیم مزد ما رو بدیم بریم بهش بگو تا تاغون نزنه اپول خبری نیست کم اینو بر سیر از گفتن خبر میداره سواره از فیاده من همه شو پروستم پاکو من همه سی دونه دارم علی یه دونه رو آبش میکنم بیا با هم شریکشی به شرست خود من یه تو من بده ببینم دیه از منم خون میگیری خب بعدی حساب حساب به پاکو بردیزم بگی نستش چی شده کار؟ باشی لعنتی اومده کنیانشو میخواد میرم قرضگونه کنم بهش بدم امروز هم مزد نگرفتم که دهانشو ببندم دهانشو مگه اجرائیل ببنده اما ما به ما دریغ هستن بفرم مرسی سلام اگه کرایتو داری میتو اگر نه عقب گردون برو اینم شد جواب سلام با جماعت بی انصافی مثل تا به کرایه رسیم بسم الله والا خدا وکیلی امروزم مزد نگرفتم این جیبام اینم تو اگه مزد نگرفتی پنون رو از کجا خریدی من واجب ترم یه اون شیکم کار خوردن والا قرض کردم کاکو خب حالا بریم بالا یه پیاله چای برو برو چه خوب بازی در نیار من تا صدای پول و نشتفا اینجا تکون نمیخورم نمیذارم بری بالا اینقدر ما را اذیت نکن مشتی چه اذیتی مرد حسابی حیام خوب چیزیه اگه یه بدبخت بی زبونی مثل من گیر شماها افتاد که نباید مالشو هپروب کنار ببینم برو چرا چرا نهیدی نمیذارم بری بالا قلمای پاتو خورد میکنم راست کن مرد تا حالا من چه وقت یه شیطان رو خوردم که چاک دهن بی صاف مونده تو مرد بچه بازی در نیار برو فکاره بچه بازی خودت در نیار برو گمشو بیرون چرا یه نمیدی زورم میگیری نمیذارم بری تو بیا برو بیرون 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 بشه چی شده آقا؟ مو؟ خدا جون نمیشه برنه شد اگرمون به سمه برنه شد یه دنیا خوشحال میشه پس دیدار چی مثل اسمی خیلی یه خرباز سیگار که هی دور بکنه چطور این طوری چی میشه؟ بلا آدم بریم این فسخلی ها چقدر برده بوده؟ هزار تومن کاکو خدا به همه شانس بده الا به ما سیگار
چی میخوام؟ سیگار واسد خریدیم هندو نو پوز مرم خریدیم من باید همین الان برم تهران آخه اونجا کار گرفتم خب ما میاد همینجا بلیت میفروشیم من زود بر میگردم آقایون صاحب کارم هست خب دیگه من جویم میشه من باید کیفی میکنه پاکت رو بده من راستی همون چرا ما رو با خودش نبود خب لابود دکنه کرایش رو کرده چاگو کجاست؟ چه میدونم؟ از بس اونم کرد یادم رفت پولا رو بهش بدم آخه حیف شد اگه گفته بودی حتما مادم میبرد حالم عب نزده سر اینه حالا چجوری ببرم؟ اول باید آبش بدی بعد سرشو ببری بول بابا تو هم چقدر لوستی سلام تو کی هستی؟ من رفیق باباتونم آخه آقا همون خونه نیست میدونه الانه که داشت میرفت گاراژ سفارش کرد شمارم ببرم اونجا من زحمت نکشید ما خودم یه عالمه پول داریم نه من رفیق باباتونم نمیذارم شما پول خرج کنید فردا وقتی براتون بلیط خریدم فرتی میشینیم تو ماشین و قریم با بچه این به تهرون میریم دو کم داریم تو شاد و خندون میریم میریم اگر بابا رو پیدا کنیم نگو بگون که بازی لوتون میریم با بچه گی بزرگ ما عاشقیم میگم پسندی نمونه خدا باشه خونک میشه یا چایی میخوریم آخه بریم مهدی نیاز ندیگی بودو حالا هم در موتور و آقا بده خونک بشه بعد لاستگاره هم تو حالش بکن آخه ما خسته شدیم این فسره نمیشیم آخه میدونی آخه چیز میدونی بگو دیگه بگو خب من هم میام بودو بودو تا ماشین نرفته Thank you.
نکن. مسافرهای ترون سوارشن. آقایون خانوما به جنبن. محمود لاله دنده. محمود کجا رفتی؟ محمود 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 بابا نه هشونو پیدا کردن دیگه بابا نمیان بزن برم بلا چه ببین این لباسه را از کجا میپرسی از من میپرسی تو با کی دارشتی دفتر برو چلک به پرپوزش نگاه نکنی جلو شما کمپوز در میکنی بابای من شغلش بزن بهش که تو قبلا عمله کی میکردی عمله کی دفتر جون چی میگی این شوهر منه فوته اینا خیال کرد راستی بابا این خانمه کیه خب معلومه دیگه زنمه زنه ای خدا اگه محمود بفهمه چقدر میخنده آره محمود دیگه کیه چی؟ یعنی میخوای بگه محمودش برده آخ بلنش بریم یالا بلنش محمود رفته خب دیگه من چیکار کنم رفته که رفته یالا پوشو بریم بابا جا پوشو بریم محمود تنهی رفته تهرون خب ما که میریم تهرون چه اشکالی داره با اتومبیل خودمون ببریمش موافقی؟ باشه بیا دخترشون بیا برسیم آن بوتوس پیدا کردیم نه محمودت خب حالا چی کار کنیم؟ هیچی فعلا تو پیش ما میمونی تا محمود و بابا تو پیدا کنیم آره آخه من اینجا با بچه های ما نه ترس هیچ وقت دعوت نمیشه آخه من توختم اگه اونام خوب باشم من میزنم کوچولو مامانی ناراحت اونا نباش چرا؟ آخه عزیزم ما بچه نداریم آخه چی بد ایشالا خدا بهتون میده چه باشه وای به به چه اتاق گندو قشنگی به خوشت میاد کاش اینجا مال بابا تو بگو ببینم اسمت چیه؟ صد دفعه گفتم شیرین خانم آخه شیرین خانم چیست؟ به شیرین بابام دیگه آه نه دختر جون میخوام نام و فامیلتو بدونم که تو روزنامه ها آگهی بدم تا پدرتو محمود بدونن تو پیش مایی به 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 بابام هیچ وقت روزنامه نمیخونه محمودم که دائم به فکر بلیط فروختن میشه خیلی خب به کلانتری هم میسپاریم که تو اینجا هستی حالا راضی شدی؟ اگه پیدا نشد من قول میدم حتما بابا و محمود تو پیدا بکنم
تا پیدا نشدم ما مثل بچه خودمون از تو نگهداری میکنیم. قربونت برم. من دستمو یاد گرفتم اما شما قولیدتونو من یادم نرفته. خاطر جمع جمع باشه. من همینجور دنبال محمود جاستم، تو خیابون، تو گاراژ، تو خونه، تا پیدا شدم. انشالله دوباره یه ماچ بکن. این دارم هم یه ماچ بکن تا دلم خواهد بگه. شیری یادم رفته بود شیرین جون برای زنگای تفریل خوردنی بذارم. بیا مستشه عزیزم به من بگو مامان. من دیگه مامان رو تو هست. مامانم یه ماتش بذارم الان زنگی مدرسه تو میذارم دیرت میشه دخترم. برو به سلامت جونم. برو خدا 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 مواظب باش. چشم خدا خدا روز به روز
عمود که بزرگتر میشه قشنگترم میشه. خوب خود چه تو دل عمود جا کرده. دخترم با یه فوت باید همه شما رو خاموش بکنه. با یه فوت بدرسیم کار حضرت فیله. همون شال ملاحظه پیر دخترم بکنید. پیر دختر؟ آخه کسی که 44 تا شمع روشن میکنه معلومه که پیره. تو هر سال وقت خاموش کردن شمع همین سوال از من میکنی، اما کیه که به تو جواب بده؟ برای این جواب نمیدی که میترسی سنتو بفهمم. اما نترس، هر چقدرم که پیر باشی آخرش هم به ریش خودم بسته میشی. تو چه وعده ها؟ میخواد شکمی تو صابون زدی جونم. یک دو سه. مجنون مجنون بفرمایی. ممکن از شما خواهش کنم زحمتشو بکشی؟ خواهش بیا دخترم، بیا ببین مجنون. مرسی، ببرمی. خوش باشی. تبریک میگم خانم. متشکرم. منم به تبریک میگم. دخترم یه ترشیده. ترشیده واسه سینتون بده. مجنون نمیخوری؟ او نه، میدونی که دوست ندارم. میدونم، اما امشب برای من شب با ارزشیه، شبیه که تو به دنیا اومدی به خاطر من. بخوریم به سلامتی هم دیگه. راست میگه دخترم، این نداره یکم بخور خواهش. باشه، حالا که اصرار داری پس میخورم به سلامتی گم شدم. گم شده ای که 15 سال ازش بیخبرم و هر سال بچن کردنشم یادشو زنده میکنم. به سلامتی محمودم. Manu, Sarah, 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 Sarah
خود من که میریزم از دین کر من بیان حد کن عزیزم ببین چه شکلی کمر برات میچرخه برات میچرخه دو چرخه دو چرخه شیرین خانون چه خوشگله ماشالله ماشالله مثل دست یک گل آره والا ماشالله امشب همه شادی کنیم دیالا دیالا نیکوش کنین همه بگیم باریکالا 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 شب و گلو که نوک تو گوچه دردم موک تو همه تو انوک میزنده بود بخونه دردش در این زمونه خوشحال شده بوده خوشحال شده بوده آخ ببین چجوری برات من قرمیدم از این قرمان یا حد کن عزیزم ببین چه شکلی کمر برات میچرخی برات میچرخی مثل چرخی دو چرخی مثل چرخی دو چرخی مثل چرخی دو چرخی مثل چرخی دو چرخی سرقفلی ثروت عموتو میبینی؟ میترسم حالا که قیمتی شده سرت به تاق به کوبه و آرزوی این همه ثروتو به دلت بزن. نترس، وقتی گرفتمش بلایی به سرش میارم که دوباره آرزوی بلیت فروشیه با پسرموشو بکنه. تو هم که همش حرف میزنی، انگاد این دست و اون دست میکنی تا جای منو تو رام تو کارخونه بگیره و دکمون بکنه. مطمئن باش با بودن تو هیچ کاری نمیتونه بکنه، در صورتی که مو به مو نقشه‌هامو عمل کنی. حالا بلند شو برو پیشش، اونه هاش اونجاست، تو باره برو. باشه بعد دختر، تو این دنیا به هر چی که خواستم رسیدم، شکر خدا بچه دارم که هستم. تنها آرزوم حالا اینه که عروسی تو با بهرامو ببینم. پیدر، یعنی من اینقدر ترشیده شدم که به سیچ آب کردن من افتادیم؟ نه نه دخترم، درسته که تو دانشگاه تو تموم کردی و پیش خودم کار میکنی، اما بالاخره چی؟ نباید به فکر تشکیل خانواده باشی؟ در جهت دلم میخواست هدیه امسالم در شب جشن تولدت پیشنهاد عروسی تو با بهرام باشه. پدر، من اگه به جای شما بودم میگفتم دخترم، چون تو 15 سالی که شیرازو ندیدی، حالا چه تحصیل تموم شده میتونی چند روزی به اونجا بدی که هم دیداری باشه و هم تفریحی. حالا که مثل بچه کوچولوها خجالت میکشی از عروسی صحبت کنی، میتونی با علی بری شیراز. او چه خوب پدر. شکرست
فرمودی بیجا دارم. ببرمیم بخیر. عجب آب و هوایی سال شیران اگه شیرازی میشدم اون وقت الان یه خربار نمک بودم و یه پشتره هم میگفتم کاکو جونی آبل کاکو جونی آبل. اون وقت هم دخترا واسه قش میکنن نیتالاش هم قش میکنن اما کیه که بهشون گو بده. ببین اونجا هم شاچراغی اینجا را اینجا را برا گونه الان اونجا اینجا بایستدم انگار دو مرتبه بچه شدم بچه اما تنها. خدایا عمر چقدر زود میگذره. سلام علیکم. سلام با کی کار داشتی؟ شیرین و محمودم. 15 ساله که اونها رو ندیدم. این منزل 10 ساله که ما خریدیم. همچی کسا اینجا زندگی نمی کنم. چطور مگه؟ هیچی، مثل این که عوضی اومدیم. ببخشی خودم بیا بریم. خوب ازش میپرسیم این اونجا کجای؟ فایدهش چیه؟ میریم تو بازار چی میپرسیم؟ خوشش بوی کسی میآید. از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده ام فالی و فریاد رسی میآید. ذاتش وادی ایمن نمنم خرم و بس موسی اینجا به امید قفسی می آید. ولی تو خوب اومد؟ دلم به این میگه که بلره پیداش میکنم. ایشالله پیداش میکنم. آیا بستر برای کندم اینا تا بلی منتر دارمه؟ چشم هم کرقا اول بسن موتور رو برم. موتور رو بلش داشتم. اول سوقاتی رو بهش برسون که ما رو خاص میکنه. خیلی یاکو اقوال ما هم بهش بگو ای وقت نکردم بیان خونه شب یه نکن به خیلی خب باش. بایی که چیزه بیا تو دیگه جونم بیا تو چقدر خجالتی هستی اینو بذارش اونجا بشین بشین دیگه. چی میخوری واسه بیارم؟ مشروب میخوری؟ واسه خوبه خستگی راه از تنت میگیره. میدونین ما روزا مشروب نمیخوریم میخوام برم سر کارم. حیف تو نیست این سر و شکل شاگرد باشی و اون انتر یک بریوسا؟ والا خانم اجالتا که شانس ما تو برجه نه چیز دیگه. شانس؟ شانس دست خود آدمه. بخور جونی نتر با یه گیلات کله بمیش. گفتم که خواهش میکنم ما روزا بخور دست منو برنگرد. آخه گفتم که زورک پیرهنی نازنین زب شد خوشگیره. دستش نزنه عیبی نداره. چطور عیب نداره؟ مشروبو باید خور نه اینکه ریختش. عوضش حالا دو تا گیلات میرزم یکی واسه تو یکی هم واسه خود. باشه واسه بر. چرا واسه بر؟ ببین آبجی بی خود خودتو خسته نکن. گوشت ما ناپزه ختم کلون برو تو مخیه بنده خدای دیگه. کجا آقا مو درس نمیخورمت دیوونه بیا بشین گوز بگیم و بی خود تلخم نکن. گفتم گاراژ کار دارم. چه کاری بهتر از این که من تو تنها اینجا برو کنار آجی کسی که به من خوبی کرده بهش بد نمی کنیم. جرأت داشتم در همسایه ها رو خبر میکنم. الان بهش تلفن میکنم بیرونت کنه احمق.
اکبر آقا چطور ریخ گرفتی؟ باز هم ریخ بگیرم دوره دوره نالوتی گیریه. ای بول بابا بیا پایین بینم. دیگه چی شده؟ بیا پایین بینم نالو تیر رسمه. حالا دیگه به ما نارو میده. یا خره بلکن ببینم چه ناروی اکبر آقا. چه ناروی؟ خرجه شما به دیمخش شتا بکنی. به مود قسم کلک دار کرده به دروغ گفته. دروغ؟ میگی تو میبینی خامت کرده. باش ببینی نرکس نامه درکس نامه دیگه تا نامه رو برو بیرون آیده نمیخوام نینجا کار بکنی. علی تو گل والا آقا ما دلمون میخوای یارگوز نباشیم اما حسی کاریش نیست دیگه همه نداره براخره تو هم باید سم بگیری ولی دلم میخواد میدونی اما اگه اون کیف پولی که پیش شماست پیش من بود الان چرت زن عقدی و چل پنجا تا سیخه داشتم خود با استعادم به هیکرت رفته همون بهتر که پول نداری بچه ها اومد مواظب باشی واسا واسا یه پای میرم بیا اون او در بکش رو بیا بچه پوزوهی هستم بکشی میشه بیا 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 باشه تو باید داریم به عربو معرفی کنه باشه تو معمود چه از شما؟ چیز عجیبی دارم اصلا به سال من بر نمیاد که آرتیست وزی بکنم اما خود شما؟ من چی؟ قول بای آقا معمود رفیق جونجونی ما هستن ایشون هم عربام ما هستن همونی که بخواستم تو کارخونه شون طور دستبار تو بند کنن قربونه شما اگه به موقع نرسیده بودید یا کیفه پول برده بودن یا خودم لقمه چپ کرده بودن خیلی میل دارم که خوبی شما را به طریق جبران پس دیار داریم چهار پنج تا مشت لغت که قیمتی نداریم تازه بدارنش بای رفاقت ما و تو بله اسم دوم چاکر جونه لفقا به مام که دوگون برحال خیلی لطف کردی متشکرم امیدوارم روزی در مقام تفاقی بردی ببینم همون شب کجایی اگه سابکار جدیدم رو پیدا نکنم زیر آسمان کم پس بیام همونجا پیدا دوکنم ببینم خیلی خود متشکرم الو خودم هستم کیفو گرفتین؟ نه؟ بای بیشوران سه تا آدم کوتاه بلند از عهده یه پیرمرد مردنی بر نیومدید؟ چی؟ کی دخالت کرد؟ یه جوون ول کرد؟ احمقا حقتونه که شیرین از کارخونه بیرونتون بکنه. سلام علیکم. اجازه بفرمایید خوکی هست. بگید خودم میکنم. اجازه بفرمایید شما چرا چاکرتون واسه خودتون گفتم خودم میچکونم. سلام جان چرا خاکی شدین؟ خاک تو بانکو خاک این حرفای رو بالاخره شما رفتیم با بال جیرنگی سر و سر خواستم به تو شیرین ثابت کنم که سر چیزای پیش پا افتاده اینقدر مشاجره نکنید کارخونه هنوز رو انگوش کچکه من میچرخه مواجب باشی نیفته قربا امو جان این تذکر رو به شیرین بدین که یه دنده اون رجبازه اون جنس لطیفه باید مناسبشون کرد فهمیدین؟ بفرمید
سلام. سلام. فرمان به تلفن‌های که شده احسایه جواب میدید یا بعد؟ نه نه جانم باشه بعد. بعد کشون کن به من. سلام پدر. سلام دکتر. علیک سلام. پدر من پرونده تمام مشتریایی رو که حساب خودشونو تا این تاریخ تصفیه نکردن حاضر کردم که آی آی اوخ اوخ درد میکنه پدر بد جوری درد میکنه والا جوری درد میکنه اخی جای مشتاش من یه خورده ورزش کردم بدنم کوف درسته میدونی تو بانک و ورزش؟ عمو جان حتما اتفاقی افتاده که نمیخواید بگید نه 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 بهرام ابدا فکر بد نکن ورزش میکردم بوکس دو بوکس لقت چیجه وارو خوشتک تو قول اسم دوم چاکره تونه یعنی اون پسر اینجوری صداش میکرد پسر چی؟ رفیق ماند خانوم اگه به جا نرسیده بود چیز بوله که برده بودن هیچی از که من و آقارم بی اول روزومه چاپ میزدن که یعنی بوکم عمو جان میخواستن دست خود بزنه؟ فکرشو داشتن اما موفق نشده اگه موفق شده بودن چه؟ حالا که نشدن اگرم میشدن گیر میو به جای این حرفا از اتفاقی که افتاده نتیجه بگیرید و اینقدر به جون همدیگه مثل سای گربه نپرید پدر اونا رو نشناختین چرا خانوم یکی چون همونی بود که تو کارخونه مفت میکرید ملاحظه کردین من بی جهت پا رو دومه کسی نمیذارم هنوزم کسای امثال اون گردن کلوف اینجا میچرن که خیال میکنن ما از کارشون بی خبری پدر من باید برای آخرین بار باشون اتمام حجت کنم اید بکنید شیرین شیرین عمو جان با این اخلاقش بالاخره کاری دست خودش میده تقصیر شماست که دست و بالش رو واز میذارید درست اما دخترم تنها دخترم که بعد از من مالک اینجا بله اما کارگرها خوششون نمیاد یه دختر خودخواه بهشون امر نهی بکنه از الانم میگم اگه اتفاقی بیفته مسئول شما هستید اما علت دیگه که شما رو جمع کردم اینه که من میخوام کرده اگه در میون شما کسی یا کسانی هستن که میخوام با حرفای پوچ که من زن هستم آیا یه زن نمیتونه کارخونه ای رو اداره کنه باید به عرضشون برسونم که در وقت کار و زحمت از هیچ مردی کمتر نیستم و تا حالا من اینو ثابت کردم بعض کارگاه شده دلغشون امتصانه یک گاو باید با یه اردنگ انداخت بیرون کجا؟ اشتباه تو همینه که میخوای تلافی قوره رو سر کوره در بیاری یعنی میگه شیرین رو از اینجا بندتم بیرون؟ من که این حرف رو زدم؟ جانم زن مثل گربه میمونه اگه نازش کنی خور و پفش در بیاد اگه زور بهش بگی پنجولت میزنه تو باید با شیرین نرم باشی ماچش کنی معاشقه کنی تا شیرین هم بیاد زیر پرچم تو آخه اون آخه نداره زنا مرده اینجور حرفای خوب خوب هستن به خصوص شیرین که فقط از اعتصام محبت دیده و جای بوسه های تو روی لباش کمه برو جانم برو بیام چی کار میکنی چطور ممکنه جنسی که 6 ماه پیش فروخته شده حسابش در دفاتر کارخونه منعکس نشده باشه فوراً به این موضوع رسیدگی کنین و گزارش بدین توضیح بدم خانم توضیح دیگه لازم نیست بفرمایین برو جانم برو گزارش تهیه کن وردار اصلاً به قیافه تو نمیاد که اینقدر خشن باشی تازگی نداره من همیشه همینطور بودم نه جانم نه به انباردار مربوطه شیرین من تو این فکر هستم که این همه جوش و جلای تو برای چیه در حالی که خدا نکرده بعد از مرگ عموم انبارش مال من و توه مگه غیر از این اگه میخواستم چشم به مال پدرم بدوزم و ثانیه شماری کنم که چه وقتی میره تا اموالشو بالا بکشم اون وقت منم میتونستم مثل تو نقش بازی کنم و دم به ساعت عمو جان را بندازم عصبانی نشو من فقط دلم برای تو میسوزه میدونی این طرف شدن با این همه کارگر و کارمند به این صورت که من دیدم برات گرون تموم میشه برای اینکه خیالتو راحت کنم و بفهمی که من به این دم و دستگاه مثل تو دلبستگی ندارم باید به عرضتون برسونم که من یه دختر بلیط فروش بودم و حالا هر اتفاقی که برام بیفته جربزاشو دارم که با سخیابونا را بیفتم و بگم خانم آقا جون پسرمو یه بلیط بخرید آفرین به خاطر همین اخلاقه ده که من روز به روز بیشتر به تو علاقه من میشم با ادب باش اینجا دفتر من وقتی میخواییم با هم عروسی کنیم چه اینجا چه اتاق خواهی چه فرقی میکنی میشو مثل یه روباه لکاروشی نگری من تو دوست دارم وقت تو جلو نیا من منظور پست تو رو میدونم تو به من توهین میکنی توهین؟
یادت میاد وقتی کوچیک بودم تو بالکونه میخوابیدی؟ داشتی میافتادی؟ تو منو به زور خوابونده بودی زمین. خدا میدونه اگه اون باغبون پیر نرسیده بود چی به روز من آورده بودی. من از همون وقت از تو تنفر داشتم و تنفرم روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه که بزرگتر میشدم از تو بیشتر میشد. حالا که جلوم بایستدی میخوام سر به تنت نباشه که برسه به این که دست به این بزنه بخوای منو ببوسی. تو ایران بوده که حالا همه کار شده رام بشه. ای کاش بلد بودی با زنها چطوری رفتار کنی. حالا که بلد نیستم باید بمیرم. نه چرا تو بمیری؟ خیلی کسی هستن که باید پیش مرگ تو بشن. علی؟ بله خانم. اتومبیل حاضره؟ بله خانم حاضره. اینگار اوقاتتون تنه. نه کاش خدا به جای این همه گوشی خود زبون به ما میداد که ما میتونستیم مثل شما اختلاط مختلاط کنیم. اما خانم میترسم این زبون آخرش کاری دستتون بده. علی جونم کسی که خربازه میخوره میدونه چطورم که لحظش بشه. از ما گفتم بود خانم امشب با ما کاری نداری؟ چطور مگه؟ هیچی، میخواستیم از خجالت رفیقمون در بیم ببریمش کافه سازمازی گوش بدیم. برو آزادی. کشنش کشفز گاز میره. نه بابا هلدی تم میوه ازم به فرمایش آقای خودم دو تو پرسم بلان دنبه یعنی دنبلو، دو تو پرسم ماویچه، دو تو پرسم شیشنیک، دو تو پرسم تواب برده بول نده کم میوه ازم به فرمایش آقای خودم دو تو پرسم زبون، دو تو پرسم خرد و خورد دیگه که تنقلی باشه. مجی میخوای بهتره چی؟ هلدی کم میوه. نه بعدا می عزم خدمت آقای خودم الانه که دنبلو نره و خود بایی. این اینجا چی بزنیم؟ اون جلو بشنیم یا بریم تو بار؟ نه هی تو باره، بریم اونجا بهتره. بریم تو بار. اون چی گلوهری که دیدیو همه کاری کنخونه ما قموش میخواد دخترشو بهش بگیم. خب بده، به ما چه؟ آخه ناکس دختری با اون خوشگلی و مامانی رو گذاشته اومده اینجا بچه لاشخوره دیگه. اینو بهش میگن لاشخوره 18 بوده. به سلامتی خود بترم نوشه جون.
این پسره اینجا چی کار میکنه؟ چی؟ علی تو قول مواظب باش خودتو نشون ندی. میخوای قرار بذارم اون شب تو خونه من هم دیگه رو ببینی؟ آخه هر شب هر شب امو جان امضا نمی‌فرمایید؟ لیست بدهی اشخاصی که به حساب سرخ شده احساب شده چطور تا به حال اقدامی برای وصولشون نشده؟ به هر طریقی که فکر کنید اقدام کردیم ولی نتیجه نگرفتیم امو جان. این که جواب من نشد سهل انگاریه. چطور میشه مشتریان خوش حساب ما یک دفعه اینطور بد حساب از آب در بیان؟ جوابشو شیرین خانم میدن، بد رفتاری با مشتری ها و جوابای سربالا نتیجهش این میشه که میبینید. رشوه ندادن و رشوه نگرفتن اسمشو میذاریم بد رفتاری؟ عزیزم باز کس کوره در رفت. وقتی نمیتونم پولی رو وصول کنم چرا کاسه کوزاشو سر من میشکنم؟ چه کاسه کوزه؟ منظورشون اینه که این پولا وصول بشه نیست. من وصول میکنم تا بهتون نشون بدم که نخواستین این کارو بکنید. بفرمایید هر کدومشو میخواین انتخاب کنید. باشه. اینو همه یه دفترش و خودش و کارمندش سه شی نمیارزه، اون وقت 150,000 تومان ما رو بالا کشیده. اگه یه پول سیاه مرزش داشته باشه من وصول میکنم. خواهیم دید. تو با من بیا. نمیفهمم آخرش این سگ گربه بودن و شما یه کاری دست ما میده. تقصیر شما سمو جان که پای شیرین رو تو کارخونه وا کردین. بول میدم حالا میره آبروریزی میکنه و برمیگرده. نخه شایدم شیرین خانم بتونه این کارو بکنه. بله خب اجازه میفرمایید قربان. بفرمایید 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 بفرمایید. بگی تشریف بیارم تو. خانم چشم سو داری؟ نمیفهمم یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم اون گردن کلوفتای مردنی رو اون تای کوچه میبینی؟ ایبا کو؟ اونها وسط کوچه. تو میگی چی؟ اگه جلومونو بگیرن چی؟ اون وقت نمیتونم طلبه رو وصول کنم و بحرام رو به کرسی میشون. ایبا چرا بایستادی؟ خانو تو میگم که بزن تو گوشم. ایبا آخه چی هایی؟ تو چشو چارم کارتون نباشی. آخه من دلم نمیاد ببنم. بیستم تو کلم بزن تو چونم تو نخم آره بزن وقتی در شوی در کلم شما در میشه بزن. بابا شوخی کرم یا بابا. ای بابا ننده های کرده بابا. ای حجال باز منو کن. چی یا آشتر بزن بیا ایسا گفتم بزن یا بابا. چی یا آشتر بزن 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 تو باید گاری برونی. ای جرمی
عشق بابا خیال میکنه دنیا تام یه حسنت بدی بسی که لوبرش آورده تا چیز میشه باشه بیرون کنه ببینم علی تو قال تو رو بندم در سیران آمه دی هست آمه دی هست آمه دی به این بچه گوش کنی چی دیرو بخواه آمه دی کلت رو زد نگاه نگاه زد به چه همش تقدیرین تو قاله ای تو قالم که ما پانی شدیم چپ و رس رسمون بعد میاد آخه خانم تازه یه ست که لاکر داره من گرفتم شما هم شطرت زدیم به ما خب فرعت شما خیلی زیاده باری کله بابا الان یه چیزی هم بده کار میشیم آخه آبجی وقتی میپیچی تو فرعی میشه فرمای خوزی بوغی جیغی فریادی آخه یه چیزی که اگه یه بد بیاری مثل من از اون برمیاد بفهمه که شما دارین تشریف فرما میشین حالا میفرمایین چی کار کنم بفرمایین هر کاری میخواین بکنین برن که با ما شاخ پوشاخی عجله بی عجله خسارتشو میدی بعد میری چه خسارتی مگه ماشین شما خسارتی میده نه یه گلگیر جا خوده پنجا تون یه سپرم پرسو آفکاری میبره ست تون چیزی نیرو هم میشه 150 تومن به جدا بدین نمیگیره چی؟ 150 تومن؟ من از این پولایی یا مفت ندارم بله خب واسین متخصص میاد اون وقت 200 تومن بود ما که حرفی نداریم باید بگیرین بابای ما خود شاید دیگه چی کار کردم مامو چی اینجا چی کار میکنیم از آنم بسید این بای شما چرا اینجا بسید شیری خانوم از آقا بپرس ترمزم نگرفت زدم به تاکسی شون خانوم رفیق ما همون کسیه که آقای اعتصام اون هم ازشون تعریف کرده خودتو بگی این بیجلو به خاطر فداکاری دیروزتو متشکر قربون شما اما جلو تاکسی پیشه چی شده؟ واسه اینکه پشتم این لکنتو بشینم دیروز در به در دنبال مالکش میگردم اجلتا من اینجا کار دارم امری داشتی؟ بگو 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 یه کار جزئی بله کار جزئی خواهش میکنم بفرمایید پسر چای بیار آقا بله بفرمایید نه خاطر جان باشی خواهش میکنم اختیار داری نه 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 خاطر جان خاطر جان بله هی آقا اینا کی؟ اشکالی نداره بله میفرمودیم فرمودن چایی بسیار خوب بسیار خوب مرمت علی زیاد خوب خیلی خوش آمدید امرتون چی بود؟ حالا چیز مهمی نیست گویا شما جزئی بدهکاری دارین چه خوش کردین کمپلت بالا بکشید بسیار چایی شوخی میفرمایید من با چیزی حساب کتابی ندارم ولی گویا به پدرم در حدود 150,000 تومان طبق مدرک موجود بدهکار هستی مدرک؟ بیزا داره کوزه آبشو بخور پسر بندازشون بیرون بله چشم او بیشی در جای فرمودن چوری من فکر میکنم براتون گرون تموم بشه اگه بخواییم ندی گرون تموم بشه بستنگا آقا داری بازی میکنی تقلیب ما چی شو پسر بندازشون بیرون الان او بیشی در جای فرمودن چوری بله خلاصه زبون خوش پولو بدین خیلی بهتره کدوم پول؟ هی میگه پول پول پسر بندازشون بیرون تو بیچین سر جاج فرمودن چایی بله من وقتی به تو میگم پولو بده باید بگی چشم اگر روزگارتو یه ریخت سیاه میکنم که بگی ای والا پله بود پدرتو در میارم خیال کردی پدرش این سر این را به درست کنید.
زمین و آسمون با سمون میباره. نه خیر، اسمم رو باید بذارم شانس الله. کجا قایم شدی؟ ۱۵۰,۰۰۰ تومان در بچه آقای اعتصام که خودتون باشین قلبان. واقعا معجزه است اموجان. باید دستای شما رو پوسی. نه نمیخواد. چی شده دخترم؟ هیچی، یه خود ورزش کردم تمام بدنم کوفت رفته. آخه نمیخوام. تو تجارت خونه و ورزش. آره ورزش، باک، دو، هالتر. پس تو مشت و لغت و زیر رو کردن تمام دستگاه بکنم. پس با دعوا چکو گرفتی؟ بس دعوایی که تو شاهنامم ننوشتم. از تو بعیده شیرین. بله، اما همچین پول سوخت شده ای به دعواشم میارزی. برجا دختر جون، من به تبریک میگم. به من تنها نپدر، بهتره به دوست علی تبریک بگی. آخه اونم خیلی کمکمون کرد. بس درستش میگیر، اینم شد تاکسی. شستی که اب نکرده الان نگاه خسته نباشی پهل بود تموم نشد. بخ رو تو برم، ما را نو خوردن اندختی الان مزم میاد. تو قوله تو نمورده، خودم استخدامت بکنم. یه بگ ادم تو پیشینه و دو قطعه تو یه رو خوبه خوبه، برو واسه یه چی دیگه قاپی بیا. میخوای تو کارخونه سوار کارت کنه ماشین شیری خانومو بری. گفتی ماشینی چیو؟ شیری خانوم؟ همون که دیروز لب و لوچه ماشین تو عمل کرد. چه چون؟ چچو آخه منم یه دخترمو داشتم که اسمش شیرین بود. بابا شیرین، شیرین میلون شیرین تو و شیرین آقا نستم یه کارخونه و یه خروار باطلان. اگه زنده باشه خدا میدونه الان کجا داره میگه. آقا خانم یه بلیتم از من بخر، جون پسرمو از من بخر. به جون دختره بود اگه پول داشته باشم. یه تو بگی بایم رو بلدم یا نه؟ نه تا قولی ما نیست. نیستی؟ پسر نون خودتو آجور نکن. ما خوش نداریم بعد یه عمر کار کردن تازه بیاییم بخچه خانمه ببریم سر عموم و هی در ماشین وا کنیم و بگیم اطاعت میشه. میدونستم که تو این صاحب مرده شی پیش به جیبش چهار قاب میندازه اون وقت میخواد ما رو پول دار کنه. والا گفتش ما حاضر نیستیم سنگ رو ببریم سر همون. این حرفا چیه که میگی؟ حتما نتونستی حالیش کنی که استخدام در اینجا چقدر به نفعشه. شریک مرسود سهام کارخونه 15 روز مرخصی در سال بخ حقوق مای خود داد تو من. شیری خانم میدونی این رفیق ما یه خود دمچینه، دماغش باز داره و به تیریجا قباش بر میخوره که بیاد اینجا. والا چی بگم من؟ خیلی خب بسه فهمیدم. خودم باش صحبت میکنم. خواهی دید که چجوری راضی میشه. آره فایل با خدا میکنم. همون میدونیم که خودتون سباش میکنیم. بذار رو میزم الان برمیگردم. میار اینجا بزن قربان. برو قربان. دستور میدم در سود و سهام کارخونه شریکت کنن. برو جانم. خیلی متشکرم قربان. آخه یکی به من گردن شکسته بگید اول داشتیم مگه مرض داشتی از اون کوچه رد بشی که با اتول اون یارو خود هنوز شما از دست من اصابانی نیستی؟
حالا فهمیدم چرا پیشنهاد استخدامو قبول نکردید. قربون شما. اصلا ما خوش نداریم روننده یه تازه شما که این آرتیست میرونید. به ایگار پشت فرمون نشسته بودم. اگه بلد بودم که با شما شاخ به شاخ نمیشدم. از بد بیاری ما بود. نه. برای که مکره ها منو تعقیب میکردم. دست بوچه شده بودم. شما که ماشالله دو سر رفتی. خب لطو پرشون میکردی. از پس اونا بر نمیدون. دلم میخواد یکی مثل شما از من محافظت کنه. شما روزی به مرگ من نباشید. چرا کلافو سردرگم شدی؟ راست میگی دیگه پاچه رو به هم زده. من خواستم به عمون بفهمونم که پیر شده بود دیگه حتی به درد پول وصول کردنم نمیخوره، مثل جن بوداده سبز شد و عموم حرفشو بتونشون. خواستیم دماغ دختره رو بسوزونیم و پاشو از کارخونه ببریم رو پوار زیر و کارو خراب کنیم. که قوز بالا بود. اونم که قوزی. حسابی جاشو پا کرده و شیرینم خاطرشو میکار. از کجا اگه تاییدنشو بخونید داده باشه که دختر سرایی خیال میکنه عاشق کی میشه؟ عاشق من یا اون جلنبار؟ البته عاشق تو. چرا من؟ عقل اینطور میگه. ببین طبق وصیت نامه عمود همه ثروتشو به اون بخشیده. اگه تو بخوای صاحب اون همه ثروت بشی باید عاشق کی بشی؟ من یا اون؟ میخوام سر به تنش نباشم. خوبه، خیلی خوبه، اینم یه پیشنهادیه. اگه واقعا میخوای سر به تنش نباشه پس تصمیمتو بگیر. نمیفهمم. یعنی میگی بکشمش؟ من نمیگم، خودت پیشنهاد کردی. من فقط حرفشو زدم. اتفاقا درست گفتی، حرف تای دلتو زدی. وقتی که شیرین نباشه معلومه که عمود تو رو وارث خودش میکنه. آخه چطوری؟ کجا میشه از بین بردش؟ زیادم فکر نمیخواد. معمولا شیرین جمعه ها میره کوه نوردی، همونجا پاش سر میخوره و میره اونجای که عرب نیهنده. چطوره؟ عالیه، عالیه. Thank you.
دوری بده چشمم که داریم مشکله یاره چشمه که شکل تو حتی چه قلبه مثل تو دل تو چه دور مثل جون دوستش میدار مثل جون از نگاهت میخونم تنخونه مرون که بداری تو بدار درد من جوری بده دوری بده چشمت تو داری مشکله یاره چه سهگه شکل تو قده چه قلبه مثل تو مول تو چطور مول بگون بودش میداری مثل جون جمعه خوبیه تو خیلی خوب میخونی صدای قشنگی داری ما از بچگی میخونیم خانم مثل من اما تو خیلی با غم میخونی نکنه عاشق شده باشی عاشق دیگه به ما نمیاد که عاشق بشی چرا؟ مگه تو چته؟ آخه اون کسی که ما میخواستیم دیگه تا قیوم قیومت هم نمیتونیم ببینیمش چرا؟ آخه چرا نمیتونی ببینیمش؟ خب دیگه قسمت این بود که گمش کن گم؟ چیزیلی گمش کن؟ شده باشی همین که جواب منو میدی همین که دخترمو به این روز انداختی همینه که میشمونی تقصیر ما نیست آخه شیرین خانم خودش بس تو دیگه اسم دخترمو به زبون نیار دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم بله قربان چرا وایسادی گوره تو گم کن دیگه پشت سرت هم نگاه نکن تو بکش وقتی بزرگتر حرف میزنه تو دیگه خاطر قاطی نکن خدافظ گم شو گفتم دیگه تو خاطر قاطی نکن سره یه پر روح حالا به چشم خودتون دیدید امون جان چه جونوریه؟ بله هرموتوس حالا میفهمم تمام حرفایی که میزدید درست بود کاش از همون اول که به شما گفته بودم بیرونش میکردی تا کار به اینجاها نمیکشید درست اما شیرین اینطور میخواست با تو لط کرد آخه امون جان من که نمیشه میدونم چی میخوایی اما یادت باشه که شیرین دختر و اگه تو این اتفاق پیش نمیومد چشمتو با نمی کنی بابر نگاه شیرین شیرین قشنگ محمود دلشو نزو بیان جلو منو کشت دامنم دیگه وگرنه کی میتونست بهم بگه بالا چشت ابروس عجبه به تو خوش خب مزه ننداز من دیگه حاضر نیستم شوفر سرخونه باشم خیلی خب بابا نشو چیزی که براهون قلبی لکی اما من میگم اگه عربابم و اون پسر بیمعرفتی کردن آخه شیری خانم چه گناهی کرده پسی حالش چطور؟ از عباد پسی های شما هنوز بیوشه؟ نه امرو عبی مارستان میو بیو اومدم با هم بریم بیاریم گفتم دور من خیت بکش چی؟ این همه سوق رو کبرو چیدم که باز تو داری ساز خورتو میزنی مرغ یه پا داره خیلی خب بابا مرد شروع یه پاشم بود اینقدر اینجا قمرک بسه تا پایی زده جز کنه مگه بینه چایی تو بزنه مگه علی پس محمود کن
خانم جی زبونم مودره بود مگه اومد گفتش ما گفت باشونه گفت دیگه بیاش نیستم تو بهش گفت بله حتی گفته من مقصده نیستم بیا میدونم چجوری بیارمش ولی من دیگه نمیتونم بیام باید منو بکشی مردم افره اومده کجا میری؟ میرم عقب محمود مگه تو تازه از بیمارستان نیومدی؟ چرا؟ اما وقتی محمودو به خاطر جرمی که نکرده پیش پدرم بدنام میکنی مجبورم برم دنبالش میری دنبال اون پسر احمد؟ بله همون که وجودش مثل خار تو چشم بدخواهم میره اینقدر شعر نباف عمون جان اونو بهتر از من میشناخته که بیرونش کرده قول میدم اگه بیاریش بازم رو به قبلش کنه فکر نمیکنم حنای تو پیش پدرم دیگه رنگی داشته باشه حالا میبینی که رنگ داره یا نه اوه خوشبختانه پدرم خونه نیست که بتونی با زبون بازی ذهنشو نسبت به محمود باز عوض بکنی بریم علی میخریم برای تو بده خوب نیست این اولوغ منتظره نگه من اینجا جلوتر نمیشم باید اینجا از اینجا به بعدش عبور واسه ما ممنون خودتون بریم بهتری ترسو به ما نمیاد که عاشق بشیم اگه گفتی من کیم شیرین خانم چطور منو شناختی؟ از صدت سلام سلام بیره پیلی نمیدونم خب گم شده تو پیدا کردی؟ نه نه اگه پیدا شدنی بود تو حالا جسته بودم میشه من خیال کردم پیداش کردی که ترک ما رو کردی ترک؟ دومه ما رو گذاشتن به کولم به باغ داباد که لایی جان چایی اوردم قمپر نگیم بخوریم که دوباره سر به جان هیچ وقت مریض نمیشه نه با چه شکلیه؟ کی؟ اونی که دنبالش میگردی؟ مثل یکی که ما اگه گذاشتی ما دو تا چهار تا کلمه دو تا آدم گنده که به هم اختلاف میکنن تو خود تو نخود هر آشی نکن میذاری ببینم چی میگه؟ قیافش شدت میاد بچگیش آره اما بزرگیش خدا میدونه من میگم خب دیگه دیر وقت بلنشیم بریم کجا؟ خونه دیگه آره وسط میگم حالا بریم نه خانم ما دیگه اومدنی نیستیم فکر یه روننده دیگه باشی آخه چرا؟ مگه من به تو بد گفتم حقوقتو ندادم چی کارت کردم که نمیای؟ والا خانم ما از چشمون بد دیدیم اما از شما نه تا چرا نمیای؟ دلخوره ما از اون است که بالاست باشه روزی کم کن را بیاد خیلی خوب باش گرگونه بچه هر کنو خانم به خاطر گل رو شما میم اما اگه این دفعه عوضی دنشون باشه دیگه چک و چونه واسه شون باقی نمیشه خیلی خب بریم اون جمع کنیم تا یا هرون میشم بندوشو بردارم اقا در امو جان نباید میذاشید یه بیمار که تازه پاش به خونه رسیده بره دنبال یه راه اونم راننده‌ای که صد دفعه براتون گفتم چه جنسی داره منم به خاطر حرفای تو بیرونش کردم اما حالا راستش میونه گفتهای تو و شیرین گیر کردم اون میگه به به میگی اه اه مگه شیرین چیزی گفته اون میگه اگه محمود نبود حتما کشته شده من که نمیتونم باور کنم من قول میدم شیرین دلش برای محمود سوخته و الا چطور میشه یه همچین حرفی زده باشه والا اگه اومد باهاش حرف میزنم ببینم کدومتون حتما من عمو جان دلم میخواد وقتی ثابت شد من راست میگم یه کاری بکنی که دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه حتما حالا اگه یارو ببیندش خانم جون چشاش چار کاره اینم خود آقا بهرام اینم محمود جون دعوا شروع چه خبره چی بخونه گفتم اینجا چه خبره چه خبره بازی یعنی چه؟ یعنی چه یه لات بی سر و پا تو خونم منو میزن پدر اول بهرام زد محمودم جوابش من عمو جان من حق داشتم چرا چیزی نمیگی؟ چرا بیرونش نمیکنی؟ با این افتضایی که به پا کردین نمیدونم حرف کدومتون رو باور کنم از تو خونه ای که یه راننده کیا بیا میشه دیگه جای من نیست خوشگوزی بهرام بهرام شیرین بیا بالا کارت دارم بیا بالا واقعا مسخره است مسخره است دیدی حق داشتم نیا حالا دیگه جایی این حرفا نیست بیبریم قوت نترم وگرنه آقای اعتصام جفتمونو بیرون میکنه پیدر باور کن مقصر بهرام بود اگرم ما بود تا نباید اجازه میدادی این پسر روش دست بلند بکنه اسم این افتضاح رو چی میذاری؟ پدر گفتم مقصر بهرام بود باز میگه مقصر دخترم من به مقصر کاری ندارم تنها چیزی که میخوام باید از بهرام معذرت بخوام و این پسرم که باعث این جنجال شده بیرونش بکنه پدر همین که گفتم
من بهرام خوب میشناسم، زود رنج و حساس. اینجاست که این عقل کل به درد میخوره. آخه جونم با از بین رفتن عمود شیری خانم جاش میشینه و طبق وصیت‌نامه یه ارزنم به تو نمیگه. آخه شما میگید من باید چیکار بکنم؟ هیچی، از عمود بخوام. آره چطوری؟ من فکرشو کردم. چیکار میخوای بکنی؟ الان میفهمی، با تلفن اتصالو میگیرم اینجا. تو به این کارا کارت نباشه، اون درست فکر کرده. بله پدر، با شما کار دارم. مرسی. خودم هستم. بله بهرام، چطور مایی؟ چه بلایی سر خودش آورده؟ والا گویا به خاطر ناراحتی خانوادگی این کارو کرده. عجیبه. خواهش میکنم بگید حالا زنده است یا نه. خانم من عموشم، به من بگید کدوم بیمارستانه. من جلوی بیمارستان میساقیه منتظرتون هستم. بیمارستان میساقیه؟ متشکرم. چه سرگ دیوون خدا شده. مشروب اعصابتون رو راحت میکنه. متشکرم. فقط به من بگید بهرام کجاست، میخوام ببینم زنده است یا نه. حتما زنده است. میخندید؟ این چه شوخی بود که با من پیرمرد کردی؟ مگه من از شوخی های تو تا حالا گله کردم؟ کدوم شوخی؟ شوخی وصیت‌نامه بخشیدن همه ی ثروتت به شیرین خانم دخترمه. خودتو گول نزن پیرمرد، اون دخترت نیست، تو اونو پیدا کرد. بهرام پس اگه میخوای صدام در نیاد باید همه ی ثروتتو ببخشی به من، نه به یک غریبه. منو اینجا کشیده که این مزخرفاتو بگی؟ کجا؟ بس گوش کن، به جز این مزخرفات میخوام بهت بگم که وصیت نامه رو باید همینجا عوض. هرگز این کار رو نخواهم کرد. مجبوری بکنی. ای پسر وقی، خوب شناخته بود. بفرمایی بابا، قلم برای نوشتن وصیت نامه جدید. پس تو کجا؟ بیز رودی سوم تشریف داشتیم. نمیفهمم، تو تله افتادی نه؟ بیا بشین، درا وقتی برود واز میشه که مرکب وصیت نامت خشک بشه. میتونی منو وادار بکنی؟ من وادارت میکنم. گیر مسخره. فقط دخترم. دخترم، حالا که اینقدر برات عزیزه میگم بیارنش اینجا بندازنش جلوی نوکزن و میخورت سگ میلیسن. بهتره تا فردا بهش مهلت بدین تا خوب فکراشو بکنه. بسیار خوب، تا فردا صبح تو نشو از اینجا میبرم. یکی تو و یکی هم دخترم. الو؟ قبل خودم هم. هنوز که از آقای اعتصام خبری نیم. به شما هم تلفن نکرده؟ اگه تلفن کرده بود که دلم اینقدر شور نمیزد. ببینم اونجا که چیزی نگفتیم. فقط گفتیم آقای اعتصام مریضه، شما هم منزل هستی. بسیار خوب، پس به تیمور بگیم مواظب به همه چی باشی. چی؟ اتفاقا خودش هم نیومده، به بازرسی هم خبری ندیده. از بازرسی بخوایم فورا یکی رو بفرستم دنبالش، اگرم خبری شد آنم با من تماس بگیری. خداحافظ. گوشی اومد دسته؟ گوشی رو گذاشتم زمین. اینو نمیگم، خیلی خدا تیمور رو میگم. تو میگی که چرا نایمده کارخونه؟ لبا یا آنفولانزه رشدی گرفته یا تاکسی گیرش نایمده. اما من میگم نه، هر کجا که بهرامه تیمورم هست. هر کجا که بهرامه آقای اعتصام هم اونجاست. گل گفتی، اما یه خود شل گفتی. حالا خب حالا از کجا بدونیم که کجا هستم؟ سر گفت و خمر گیر کردم. هیچ هم گیر نکرد. من میرم سراغ مینا، آدرس خونه اون شستی بلندره که رفیق بهرامه بگیرم، بلکه بتونم بهرامو پیداش کنم. تو هم برو سراغ تیمور، بعد که تیر هر دامون به هدف خود. چون باری کلو میگه نقل هر چیز بعد آدمی زاده بزن بریم.
کردی قربان؟ من دوباره کار میگردم. آخه قربان با این لباسه قربان تو خیابون خجالت نمیکشی قربان؟ از چی خجالت بکشم؟ بیکاری که خجالت ندارم. فرمودی بیکاری قربان؟ مگه خدایی نکرده چیز خوردون کردن قربان؟ شما با کی هستی قربان؟ چرا هی دلا سلا میشی قربان؟ از ذوق قربان نفرمی بایی منده کجا؟ منزل دیگه قربان تو کارخونم هنوز هیچ که بونی نبرده که شما گم شدی بچه تیرونی منو دست انداختی بارا خدا رو زیده کردی آقای اعتدام من غلط میکنم شما رو دست بندازم قربانت کردم اعتصام کیه نکنه تو دیوونه باشی اختیار داری قربان من دیوونم یا شما دیوونه توی که هی دریوری میگی دیوونه تو هستی که میگی من خونه دارم کارخونه دارم شکل میگی بزنم سر شما باشه خودبان بزنی خودبان من دیوونه خودبان اصلا نوکر تو خود خوده حالا خوب شد بفرمی به این منطقه خودبان باز میگه خونه چی بگم خودبان بفرمی به این طویله باز واسطه دریوری میگی ببینم اگه تو دیوونه‌ای ببرم دیوونه خونه شما خیال میکنی من دیوونم ببینیم به این میگن شست درسته به اینم میگن کل خط درسته به اینم میگن مابخ حالا دیگه من دیوونه نیستم اگه دیوونه نیستی من کیم خب معلومه دیگه خود با آقای اعتصامی دیوونه ای من عبدالله یه عمله بابا عمله بابا باشه خود با اصلا چی از این بهتر که شما عمله شدی که خونه یه عالمه کار ریخته باغچه بیل بزنیم بند آجورا رو بکشی آبه هاجو بکشی موزم به تو نه عمرت بوده والا نه شما ببنه بوده بله خودم هستم من از طرف آقای اعتصام اومدم خواهش میکنم بفرمایین تو یه خانمی داری میاد برو راه نمایی چشم خانم الو اتاق منو بدی میخواستم با علی یا رانندم صحبت کنم چی؟ کجا رفتم؟ بسیار خوب اگه اومدم فورا به من اطلاع بدین مرسی سلام خانم چه اتفاقی افتاده؟ پدرم کجا؟ حالا بهرام زیاد رضایت بخش نیست یعنی میخوایم بگیم بهرام خودشو کشتی؟ پدرتون به من گفتم به هیچ کس حرفی نزنم ببخشید فقط اینجا اومدم به اتفاق بریم پیشش خیلی متشکرم خواهش میکنم اجازه میدین لباس ما عوض کنم خواهش میکنم پس شما بفرمایید تو سالن من الان برمیگردم بیچاره پدرم نشسته خانم جون تو رو خدا دست پاچه نشین یواش یواش باش حرف بزنیم و ایزا فرار میکنه فرار میکنه خدا چی به سر پیبرم آوردم
سلام علیکم خانم. تو این شهر غریبه، از من چی میخواد؟ من اون آقایی که میخواییم نیستم. شما چی؟ من اسمم عبدالله است، یه عملا اهل شیرازم. پدر منم شیرینه، شیرین شیرازی تو، همونی که 15 ساله تو رو گفت. شیرین من، همون شیرین کوچولی من. علی، میدونی من چه کسی رو پیدا کردم؟ پدرم، پدرم. اختیار داری خانم، بای ما جالو گفتی مادرتونه. دیوونه، پدرمه، همونی که 15 ساله گمش کردم. ای خدا جونم، خانومم خاطی کرده. علی، علی کجا؟ حق داری باور نکنی، در این همین شباهت بود که پدرم با آقای اعتصام. این خانمه کو؟ کجا رفت؟ خانومی جونم اون که از طرف پدرم اومده بود، گفتم بیا اینجا بشین. اینا هاش، این هم کیفش. خانوم مرگ با این کیف بالا خودتون نیست؟ نه دیبونه، کیف اون خانومه. ای شناس نومه، کیف و شستی بلنده رفیق بهرام. حتما نکته و نقشه مخشه بود. نقشه؟ نقشه برای کی؟ برای چی؟ برای شما، برای آقای اعتصام. حالا چجوری پیر با جونم داشته باشه؟ یکیش هم نمیتونه سالمت دست ما در ببره. بفرما تمام. اینم آقا اعتصام. یعنی چی؟ سردر نمیارم. بله، اما همین آدمون بگو عرضه نداشتم از اخته یک کار ساده بر بیان. تو همه چی میتونی بگی؟ اما حرف آخر من اینه که به خاطر رسیدن اعتصام از خونش فرار کردم. قسم میخورم که زیر کاسه نیم کاسه ایه. کی میتونه باشه؟ حتما تو رو تعقیب کردم. در وا کنم. نه خودم میرم. میشه آقا بهرام زیارت کرد؟ بهرام؟ اون اینجا نیستش. پس به تیمور بگین که محمود راننده شیرین خانم. اونم اینجا نیست. دروغ که اون نقی بقا قرقرشش اینجا چیکار میکنه؟ بله، اما خودش حتا بیاد ما در خدمتون گل میگیم و گل بشنویم. بفرمایید کجا؟ من تو خونه تنها هستم. نه تر جونم، تو که نیم سنگک نیستی که بخورمت. با اجازه. همون سرسر همیشگی، حتماً بو برده. دیدیم بی خود نبودم. و چی کارش کنیم؟ چطوری دکش کنیم؟ برم بالا غالشو بکنم. نه، باید اعتصامو از اینجا برد. کجا؟ باقی یه علاقی خودش. تو برو برای سرشو گرم کن، تو ما یه رو بره. نگاه کن، اصلاحت هم همراه ببر، ممکنه به دردت بخوره. بره. چرا نمیشینید؟ قربون شما، همین ریختی بهتر. میل شماست، با مشروب نینه ای داریم براتون. نه این وقت خجالتمون ندی. پس بفرمین بشینین. مهمون کم خرجی هستین. چه کار کنیم؟ خرج سرخوادیم دیگه. لابد پیش آمدی شده که انقدر ناراحتیم. هی یه اتفاق خانوادگی واسه برام خان افتاده که میخواستم ببینم. ماشین حاضر کن. مثل که صدای اومد. صدا نه، شما اشتباه شنیدین. نه انگار یه چیزایی هست. تو خون دیزه ای پیدا کجا؟ سب کن ببینم اونجا یه چیز هست. سب کن بردنش. بابا ای وله خوشگل بار خام کردی. باشه بعد اصلا تو بیدیم کجا؟ شب تشریف داشته باشه. درست حواست من تله گذاشته بودین و من خبر نداشتم. کجا؟
شما مهمونت اینقدر گرم پذیره میکنی وگرنه دقیقه به دقیقه سرافرازت میکردم. اینقدر نمک نریز جلو هم نگه. چشم گفتم جلو نیا، برگرد برو تر. اینم برو چشم. اون دیگه چه؟ من این جون بخورم پایی مینم ببر اینه جلا یالا بیاف جلا یالا ببر اینه تو زیر زمین من همینجا منتظرتون میمونم زود باشه زمین من ببینم این صدا از کجا بود کلانتری اطلاع بده منم آقای اتصابان میرم بیمارستان خانم اتاق آقای اتصابان کجاست؟ طبقه بالا شماره 8 مرسی بلو بی بلو کخون خانم فکر میکنه دیگه خطری نداشته باشه نه مطمئن باشیم متشکرم سلام علیکم پدرم حالش چه تو اومدی؟ نه بفرمایید چه مامون شوخ در نیاری و وحشتم نکن جیغم نزن
ایشون از سجلنامه آقای اعتصامه. سلام کاکو جان. سلام چچو. میگم چچو، گفتم این افتادون آقای اعتصامه، به کسی نگیم، پدر اصلی شیری خونی یه امر پدر شیری خانم عمله اهل شیرازم. خود 15 ساله که دخترم رو گم کرده بودم. اسم شما عبدالله نیست؟ چرا پسرم، اسمم عبدالله است. پس منم محمودم، محمود تو چی میشتافم؟ امو جون آی خدا، این دوتا من فامیل در اومدن. خیلی خودم چی؟ بیا تو، پدرم حالش خوبه. عبدالله محمود با هم بیو بیو. چی میخوای بگی؟ هی عبدالله محمود، عبدالله محمود. من که قشی شدم، من که سر در نمیارم. آره پس شیرین؟ شیرین چی؟ شیرین جون دخترمو یه بلیت از من بخری. جون یه بلیت از من بخری محمود. محمود این تو هستی؟ شیرین بکشو من بگیم، نمیدونستم. بریم تو، بریم که مژده دومم به پدرم بگم. بریم بزن دارم میافتم. پدر یه مژده دیگه، این پدرم، اینم محمود پسرمون که همیشه دنبالش میگشتم. عجیب، پس حق میشتی منو جای پدر اصلیت عوضی بگیری. در هر صورت خوشحالم که این پیش آمد باعث شد شما هم دیگر رو پیدا کنید و منم به حقیقت